سلام و درود خدمت جلسه یکم. به نام خدا آماده هستیم. جلسه 28 آذر ماه کارگاه درجه یک رو امیدوارم حالتون عالی و درجه یک باشه. خدا رو بچا اوردین سمیتر از همیشه ببینمتون. یه دقیقه بچا من صدا دارم درست سلام علیکم. سلام علیکم. به 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 بچه‌های درجه یک فکر کنم صدا درست شد. بچه‌ها درسته؟ صدا رو خوب دارین؟ میگن صدا خش داره هنوز. یه چند لحظه بچه‌ها صبر کنید صدا اوکی میشه. سلام به روی ماهتون. امیدوارم که عالی و درجه یک باشیم و بریم یه کارگاه خیلی خیلی ناب و تاپ رو با هم آغاز بکنیم که ایشالله یه ده طلایی رو بسازیم بمیریم واسه اون چیزی که دوست داریم تا بهش ایشالله برسیم پرقدرت. بچه‌ها صدا چطور؟ صدا اوکی شد؟ دمتون گرم. چه کلاسی امروز، همه آنلاین. ماشاءالله به تک تکتون، ماشاءالله به تک تکتون. صدا اوکی شد؟ اوکی. دمتون گرم، دمتون گرم. کارگاه امروز خیلی خاصه. یکی از معضلات اساسی شما همیشه خوابتون بوده. میخوایم راجع به خواب صحبت بکنیم و برنامه ویژه که در دی ماه داریم که ایشالله خیلی خیلی خاص، خیلی خیلی ناب، خیلی اکتیو و درجه یک. به حرفای امروز من خوب و درجه یک گوش بدین که یک دی طلایی رو با هم بسازیم. شب یلداتون پیشاپیش مبارک باشه. امسال شب یلدای سختی داری ولی مطمئنم سال بعد شب یلدا پر از آرامشی، پر از حس خوبی، پر از انرژی خوبی و یه آرامش خاطر 100% داری. عاشق تک تکتونم. امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. عرض سلام و ادب و احترام خدمت پدران و مادرای عزیزی که انقدر واسه فرزندشون ارزش قائلن که روزای جمعه توی کارگاه همراه ما هستن و دم اون بچه‌هایی هم گرم که اجازه میدن پدر و مادر در واقع فیلم کلاس رو ببینن. امیدوارم حال تک تکتون بی‌نظیر و ناب و درجه یک باشه و اون اتفاق خوبه رو امروز خیلی درجه یک واسه همدیگه بسازیم. خب بچه‌ها انرژی ها از 100 چنده الان؟ یه من آمار بگیرم با چه انرژی باید بریم جلو. 200 300 1000، 1 میلیون، 100 میلیون، 1 میلیارد. ماشاءالله ماشاءالله. امیدوارم جلسه خوب رو با هم داشته باشیم. یک ساعت فرصت داریم که ایشالله خیلی درجه یک. خیلی سریع من میگم کاغذ قلم رو آماده بکنید که ایشالله مطالبی که میگم رو یادداشت بکنیم و یه اتفاق خوب رو با هم داشته باشیم. چت رو ببن که من دیگه یک ساعت خیلی فرز و بچه ها برم جلو که کار با هم دیگه شروع کنیم. فعلا زبده میخوام بکنیم. آره. خب خب به 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 عجب کلاسی عجب. 1400 با این وضع مال ماست دوباره ها. 1400 بازم مال ماست. دمتون گرم، دمتون گرم. چقدر حال میکنم من جمعه ها. خب بچه ها توجه بفرمایید اینجا رو خیلی دقیق و خیلی خفن دقت بکنید به صحبتی که الان میخوام مطرح بکنم. ما از بازه زمانی فردا، خوب دقت کن، از صبح روز 29 آذر تا روز 26 دی ماه، خوب دقت کن، 4 هفته وقت داریم و این 4 هفته خوب دقت کن ما 2 دسته آدم میشیم. خوب دقت کن ما 2 دسته آدم میشیم. یه دسته آدمایی که 4 هفته کلن میرن 12، یه دسته آدمایی که 1 هفته میرن پایه، 1 هفته میان روی، 3 هفته میان روی 12. خوب دقت کن اینجا رو. چرا دی اینقدر مهمه؟ چون از 29 آذر تا 26 دی، مجموع 4 هفته، تو اگر خوب کار کنی، خوب انرژی بذاری، خوب وقت بذاری، باید تا 26 دی کل 12 نیم سال اول تو جمع بکنی. کل 12 نیم سال اول تو کامل و 100% جمع بکنی. گرفت چی شد؟ 4 هفته وقت داری کل 12. آقا من تو 3 هفتم کلن جمعش میکنم، اوکیه؟ آره، اگه میتونی تو 3 هفته جمعش کنی. این هفته رو میریم پایه، 3 هفته رو میریم روی 12 نیم سال اول. حالا یه دسته از بچه ها ما بهشون شروع کردیم کلاس های عقب افتاده داشتن یا نوبان بودن، از آبان و مهر آغاز کردن، دارن آروم آروم با کلاس ها میان جلو. شما با همون کلاس میای جلو.
گرفتی چی شد؟ مثلا اگر جلسه 5 استاد پای درس داده، تو جلسه 4 رو داری میبینی، نگو آقا من 5 رو نبینم برم 9 رو ببینم. طبق همون روال و طبق همون نظم بیا جلو. ولی اون بچه که کلاس عقب افتاده ندارید، قشنگ 12 خوندی تا اینجا، این 3 هفته همه کاراتو متوقف کن، همه انرژیت بره در راستای 12 نیم سال اول که قشنگ و خوشگل جمعش بکنی. آقا دی چرا انقدر مهمه؟ دی واسه این مهمه که اولین بازه زمانی جمع‌بندیه. آقا دی فرصت سبقت از رقباس. چرا؟ چون جمعیت کنکور نصفش بچه های 12 هن که سال اولشونه دارن کنکور رو تجربه میکنن و خیلی از این بچه ها متاسفانه چون تجربه درستی ندارن، مثلا 3 شنبه امتحان شیمی داره، میشینه شنبه، 1 شنبه، 2 شنبه واسه 3 شنبه شیمی میخونه. ریاضی ضعیفه، شنبه بعدی امتحان ریاضی داره، 4 شنبه، 5 شنبه، جمعه کلا میشینه ریاضی میخونه. یه فریب شیطانی تو این مواقع داره، میگه خب آقا من ایرادی نداره که 10 امتحان دارم، تو همین بازه زمانی امتحانات یکی یکی مطابق با برنامه امتحانی درسامو جمع میکنم. این حرف یعنی چی؟ این حرف یه فریب شیطانیه. تو اگه امتحان اولت ریاضی باشه، تا امتحان آخرت حداقل 2 الی 3 هفته میگذره، یعنی تو 3 هفته از ریاضی دوری. تو اگه امتحان اولت شیمی باشه، تا 3 هفته بعد شیمی 12.5 فکر میکنی یادت میمونه؟ بعد اون روند مطالعاتی که تو 2 روزتو بذاری واسه یه دست میشه روند فرسایشی. ولی خوب گوش کن، ولی رو ما یه دسته داوطلب داریم که در زمان امتحانات اگه بچسبه به کنکور نمره مدرسهش میشه 12، میشه 13. ولی اگر داوطلبی واقعا توی ماهای قبل حرف منو گوش داده باشه، پا به پای من اومده باشه جلو و تعداد تستایی که تو برنامهش گذاشتم دقیق و 100% عمل کرده باشه، دیگه الان دوچار اون موزل نمیشه. چرا آقای یخچالیان نمیشه؟ بین الات که امتحان مدرسه واسهش یه بازیه، خنده‌دار امتحان مدرسه براش، راحت هم میره 18 19 20 میگیره. به علاوه که امسال تو اغلب جاها امتحان آنلاینه، پس تو دغدغه‌ای نداری. ولی ما هر سال یه سری داوطلب داشتیم که بعد از امتحانات پدر مادرشون زنگ زدن گلای من که این معطلش شده 13، پارسال معطلش بوده 18. کسی که معطلش میشه 13 کنکورش هم هیچی نمیشه. چرا؟ چون اگه کنکورشو خوب خونده بود از پس امتحان مدرسه راحت بر اومده بود. امتحان مدرسه واسه شوخی بود، چیز عجیب غریبی نبود امتحان مدرسه براش. ولی شما یه موضوع رو دقت نمی‌کنی بهش. بابا تو روند کاری، تو سیستم کاری حواست باشه. وقتی 30 سالت شد کسی ازت نمی‌پرسه آقای مهدی پهلوانیان شما معدل سال 12 چند بود. همه می‌پرسن شغلت چیه، رشتت چیه. شغلت میشه برمیگرده به عقب، میشه همون رشته، یعنی رشته شده شغلتا. کجا درس خوندی، چه رشته‌ای خوندی، اینا میشه سطح و لول زندگیت. کسی میپرسه معدلت چند شده. شما تا حالا شده به مطب یک دندون پزشک میپرسی آی دکتر شما معدل 12 چند شده؟ پس اینو دریاب خواهشن. دی ماه تو 1 ماه علکی وقفه ننداز و اگه داری درست و اصولی طبق برنامه که بهت میدم کار میکنی، مطمئن باش آخر دی 3 پله از رقیبت جلوی، 3 پله دقیقا جلوی. چرا؟ چون اغلب بچه ها 50%شون 12 بدبختیشونه که میخوام بچستم به امتحان مدرسه، میشن داستان اون شطور مرغه که نه شطور نه مرغه، هیچ کاری انجام نمیده. این وسط قشنگ دی از دست میره، از بهمن هم شروع میشه. آقای یخچالیان استرس دارم، چه خاکی تو سرم بریزم. اون وقت هم میگه نمیشه کارش کرد. استرس دارم، استراب دارم، از رفتار اشتباه در دیما استرس و استراب بهمن و اسفند دیگه بعدی که نگم دیگه. اینا اتفاق میفته. گرفتی چی شد داستان؟ دی خراب بشه بهمن. آقا من 12 سال اولم کجاست؟ پایم کجاست؟ 12 سال دومم مونده، از 8 به بعدم باید جمع‌بندی کنم. وای یه مانه که شروع میشه تازه ثبت نام کلاس های نکته و تست، من تو همین کلاس سالم موندم. اینا میشه زمین استرس.
حالا بیا درستش کن. هی تو حرف گوش نده. بگم هی تو حرف گوش نده. مادرت زنگ بزنه. یه روز بود ما تا شب حساب کردم دو چهار تا مادر. بعد جالب اینجا باتری هاشف هم درست کرد. درست شد؟ بله. من دو تا دفتر چه گذاشتم؟ نه اینا رو کجا گذاشتم؟ همینجا گذاشتم ورودیه ده. من کجا انداختمش؟ خب بچه ها صدا اوکیه؟ یه دقیقه من میگم چت رو باز بکنیم. صدا اوکیه؟ یه صدا رو چت رو باز کنم از بچه ها بپرسیم. خب بچه ها صدا اوکیه؟ باتری چیز تموم شد رفتن درست بکنم. چیزی نیستش؟ یه دقیقه بچه ها من ببینم یه چیزی اینجا گذاشته بودم. اینجا گذاشتم دقیقا. خب بچه من رفتم آقای بایزی با خودش برد. آره آقای بایزی دفترچه های دیمرگ رو برده بودم واسه تون توضیح بدم. آقای بایزی جزوه رو جا گذاشته اونا رو با این انرژی بالاش برده. خب دمتون گرم بچه ها، دمتون گرم. خب آقا سوال راجع به این داستان دارید الان بپرسید تا چت بازه که من میخوام چت رو ببندم الان. سوال راجع به این داستان دارید که آقا دیو چی کارش بکنیم، چی جوری بریم جلو؟ اگه داریم بپرسین که در واقع خب چطور ببندی که ما بریم ادامه کارمون. سر کلاس های واعظی رفتید بگید آقای دفترچه های آزمونی ما رو بردی یا. خب دوستان درجه ای که من، پس من داشتم دی رو توضیح میدادم که آقا چرا دی مهمه. پس دی همه انرژی باید بری این دوازدهم نیم سال اول و کامل 100% جمعش بکنی. پس چی شد داستان؟ یه بار من توضیح بدم. آقا من یه سوال دارم، نگاه کن اینجا رو. من آیا 3 هفته واسم بس کل 12.5 سال اول رو جمع کنم؟ آره 3 هفته بسه. اوکی هفته اول یعنی از فردا تا روز جمعه رو میشینم پایه میخونم، از شنبه بعدی 3 هفته میشینم 12 میخونم. این واسه بالاترین سطح دانش آموزه. حالا ما میخواییم چیکار بکنیم؟ ما هدفمون چیه تو این دوران؟ ما هدفمون اینه که اون وقت بیایم 2 روز یه بار 3 روز یه بار از اون 11 تا آزمونی که تو اون لایو اینستاگرام توضیح دادم بهتون، 11 تا آزمون واسه آماده کردم، اون 11 تا رو بزنیم که از اون 11 تا 7 تا آزمونش مبحثیه. آقا یعنی چی مبحثیه؟ اینجا نگاه کن من یکیشو بیارم ببینیم یعنی چی مبحثیه. آزمون مبحثیه 1 فکر کنم این تجربیه. آره نگاه کن اینجا رو. آقا مبحثیه یعنی چی؟ مبحثیه یعنی اینکه آقا میای نگاه کن اینجا رو، چند تا سواله؟ 200 تا سواله. مدت پاسخگویی چقدره؟ 185 دقیقه مثلا. حالا اینا رو بعدا تو برنامه ها تو پی وی بهتون توضیح میدم یا تو کانال میذارم واسهتون. ادبیات 20 تا سواله. از چی؟ از 12 قرابت، یعنی 12 درس 1 تا 9 میخواد بیاد تو آزمون بعدی. هم قلمچی، هم گزنده، هم فورتیگ، هم گاج، هم سنجش، همه جنبندی 12. چی کار میکنم؟ ادبیات عربی از چی؟ 12 درس اول. ترم اول عربی چند تا درسه؟ 2 تا درسه. دینی درس 1، زبان واژگان 12 درس 1 و 2، ریاضی تابع
زیست فصل اول، فیزیک فصل اول، شیمی فصل اول. اینو اون وقت باید بعد دو روز که مثلا نشستیم مطالعه کردیم، مثلا دارم میگم شنبه ایشم، چون برنامه قلمچی عوض شد، برنامه ما هم که طبق اون لایو اعلام کردم تغییر پیدا کرد، چون ما باید متناسب با همون بریم جلو دیگه. نگاه کن اینجا رو، اینو از کی پس شروع میکنیم؟ این هفته ای که میره ما دست به این نمیزنیم. از کی پس شروع میکنیم؟ اینو میذاریم از هفته آینده، یعنی از هفته دوم که فردا میشه تقریبا پنجم ششم. خب میشه پنجم ششم، از پنجم شروع میکنیم اینو، یعنی شنبه بعدی شروع میکنیم خوندن. شنبه یه شنبهش رو میخونیم، دوشنبهش آزمون اول رو میزنیم. گرفتی چی شد؟ شنبه و یک شنبه که فردا پس فردا نمیگم، فردا پس فردا نمیگم. شنبه ببین چندم میشه مهدی، یه دقیقه تقویم. شنبه بعدی ببین چندم میشه، شنبه و یک شنبه بعدی میشتم میخونم چیا رو؟ اینا رو. دوشنبه اینو میزنم. گرفتی چی شد؟ دوشنبه اینو میزنم. شنبه ششم، یکشنبه. آها اوکی، این میشه هشتم. هشتمی اول آزمون رو میزنم. چی شد؟ نگاه کن من پسا رو قرابت فلان فلان فلان، شنبه یک شنبهش میخونم، دوشنبه تستو میزنم میرم کنار. بعد چه جوری میزنم؟ صبح صندل تکیه تو لایو گفتم، دوباره تکیه میکنم، صندل تکیه میذاری مثل یه آدم خیلی درست حسابی. اینا رو همه رو به صورت دفترچه دارم، یه برگه آساس این دفترچه کنکور میذاری جلو، 4 ساعت میذاری، بعد میشی تحلیل میکنی. پاسخنامه تشریحی هم واسش گذاشتم، پاسخارم تو همون علامت میزنی. این واسه کیاست؟ واسه اونایی که امروز میتونن پیش بینی بکنن که من میتونم تو این مدت 12 نیم سال اول تا 26 دی جمع کنم. آقا یه سوال، من 12مو خوندم ولی 3 هفته کمه براش. اوکی، با آرامش کامل تو 4 هفته رو بذار 12م که اون آزمون 26 دی قلمچی که میخوای بدی کاملا 100% براش آماده باشی. گرفتی چی شد؟ پس من چیکار میکنم؟ ما دو دسته میشیم الان، فعلا دو دسته. دسته اول خفنن، 3 هفته بسشونه. 3 هفته بسش یعنی چی؟ یعنی آزمون هم بذارم جلوش 80 به بالا میزنه. این آزمون رو بذارم جلوش، آزمون سازی هم شده به سبک کنکورهای اخیر. حالا پس شنبه یک شنبه، دوشنبه آزمون یکش رو میزنه. بذار من آزمون دوش رو بیارم ببین آزمون دوش چه اتفاقی میفته. آزمون مبحثی دو، نگاه کن، هم واسه رشته ریاضیه هم تجربی. نگاه کن عین دفترچه کنکور، اگر دانشگاه اصلاح شود، مملکت اصلاح شود، بارکد، همه چیزش که واسه شبیه ساز کامل بشه. اینم دوباره 200 سوال است. نگاه کن اینجا رو، ادبیاتش چیه؟ دوباره قرابته. عربیش دوباره 12 درس 1، دینیش شد درس 2 شد. گرفتی چی شد؟ یعنی ببین چقدر میخوام پوششی کار بکنم ببرم جلو. انصافا این کار رو انجام بده، بذار 12م نیم سال اولت عالی جمع بشه. اگه انجام بدی پایش هم بچه های بیمارستان پزشکی پارسال، دندونای پارسال، بچه های شریف قول دادن وقت بذارن درست کنن. چون ببین خیلی زمان بره، خیلی زمان بره بخواد دفترچه سازی بشه. آزمون ببین تست گذاشتم، مثلا درس به درس وسط میذاشتم، چیز خاصی نبود، ولی اینکه اینجوری جدا شده خیلی جذابش کرد. نگاه کن دینی 12م درس 2، زبان دوباره واژگان، ریاضی دوباره تاب، زیست رفت فصل 2، شیم فیزیک چیه؟ فیزیک دوباره فصل 1، شیمیش هم دوباره فصل 1. این شد آزمون 2ش. آزمون 3ش رو ببین چی میشه. آزمون 3 تجربی، 3ش ببین چه مدلی شده. یه تیکه پیش‌تبی داشته فکر میکنم. نگاه کن ادبیاتش دیگه قرابت نیست. دو تا آزمون اول چی شد؟ قرابت شد. آزمون اول شده آرایه، عربیش رفته درس 2، دینیش رفته درس 3، زبانش هنوز واژگان، چون واژگان مهمه، ریاضیش رفت مثلثات، زیستش رفت 12م فصل 2، فیزیکش رفت 12م فصل 2، شیمیش رفت 12م فصل 1. گرفتی چی شد داستان؟ پس این شد آزمون 3ش. اینو کی میزنم؟ اولین آزمون شد دوشنبه، دومین آزمون چهارشنبه. دو روز میزنم، یه روز میزنم فاصله باشه، چهارشنبه بعدی رو میزنم، بعدی رو میزنم جمعه. حالا من تو پی وی واسهتون شخصی سازیش میکنم، مثلا ممکن یکی اولی رو در واقع دوشنبه بزنه، دومی رو چهارشنبه بزنه، یکی دیگه نه، دومی رو مثلا پنجشنبه بزنه. اونا رو بهت میگم. اینم آزمون شماره 3. اگه همه با هم هماهنگ پیش بریم که خیلی بهتره، اگه بچه‌ها پایه باشید همه با هم پیش بریم. گروه سخت کوشان هم واسه همین میخوام تشکیل بدم که سخت کوشان میان تو این گروه، فقط اینا رو جلو، هر کی درصد میفرسته. نگاه کن اینجا رو، آزمون شماره چند شدین؟ آزمون شماره 4، ادبیات آرایه، عربی 12 رفت درس 2، دینی رفت درس 4، زبان شد گرامر، ریاضی هنوز مثلثات، زیست شد فصل 3، فیزیک شد فصل 2، شیمی شد فصل 2. میبینی پله پله میره جلو. اگه تو واقعا چند تا آقا از اینا درست کردی، من 7 تا واسط مبحثی قرار دادم، 7 تا آزمون مبحثی قرار دادم. این پایینش هم مثل سازمان سنجش زدم. نگاه کن اینجا رو،
این خطا رو کسی مرتکب نشه، که آقا حق چاپ، تکثیر و انتشار رسانه به هر روش الکترونیکی، خودت هم گول نزن، من و تمام بچه‌ای که وقت گذاشتیم و تمام بچه‌ای که شاگرد خود منن راضی نیستیم که اینو تو یا پی دی افش رو پخش بکنی یا عکس بگیری پخش بکنی یا جز اون شخصی که پک و تهیه کرده در اختیار یکی دیگه قرار بدی. شخصا راضی نیستیم. حالا دیگه خودت میدونی هر کاری دوست داشتی بکن، دیگه وجدان شخصی خودت، چون زمان زیادی بچه ها گذاشتن چششون در اومده تا اینا درست شده. که سوال مثلا بعضی جاها اومدیم سوال تکراری انداختیم، ای تو آزمون قبلیه که من اینو آورده بودم دوباره تو این آزمون آوردم، تو های درست تحلیل آزمون تو انجام دادی؟ آیا هفت تا مبحثی ها تموم شد؟ تو خوب و دقیق و درجه یک غلط زده ها و نزده ها تو روش وقت گذاشتی؟ پس دوست دارم واقعا اتفاق خفنه رو بسازی ها. یعنی با این همه وقتی که بچه‌های من گذاشتن که این آزمونای مدلی خوشگل طراحی بشه، دوست دارم واقعا تو هم بهتره کنی تو اینا. نگاه کن اون وقت آزمون جامعه ها چه مدلیه، برم آزمون جامعه، جانم آزمون جامعه ها رو نگاه کن، 245 تا سوال 230 دقیقه، عین دفترچه کنکور. البته من زمین از روش دروردم، چون زمین ما میخوایم خرداد بخونیم، الان وقت خوندنش نیست. ادبیات درس 1 تا 9، عربی درس 1 و 2، دینی درس 1 تا 6، زبان 1 و 2، تابع مثلثات حد مشتق 12ام 1 تا 4، 12ام 1 و 2 3، 12ام 1 و 2، عین دفترچه کنکور. چند تا سوال؟ 25 تا، 25 25 25 25 25، ریاضی 30، زیست 50، فیزیک 30، شیمی 35 دقیقه. 4 روز بعد نروزه. اینا واسه که اینا واسه هفته آخر منتهی به آزمون قلم چیه؟ گرفتی چی شد؟ پس شما پکو که میگیری 11 تا آزمون داخلشه، این 11 تا دفترچه آزمون داخلشه، 11 تا دفترچه پاسخ تشریحی کنارش. من رفته بودم انتشارات واسه چاپش، اصلا اونجا کرک و پرشون ریختم، آقا این چه حرکتی زدی؟ من هیچ کی ترم که من 20 سال دارم کار کپی و انتشارات و نشر انجام میدم، تا حالا ندیدم کسی این مدلی درست بکنه. یعنی خود آقای علوی اصلا ریخته بود همه چی. آقا این چه حرکتی؟ گفت آره مدرسه های مثلا خاص، مثل مدرسه های زنجیره تهران، مدارس تاپ تهران، گفت از این کارا میکردن سال قبل تو اردوهای دی ماهشون که مدرسه ها تعطیل میشد واسه جمع بندی نیم سال اول، ولی اینجوری دفترچه در بعد اونجا اونام در واقع بیچاره ها له شدن که دونه دونه دفترچه، فرض کن واسه یه دونه پک طرف بعد چند تا منگنه بزنه، 11 تا دفترچه منگنه میخوره، 11 تا پاسخ تشی. اگه میخواستیم یه کتاب بدیم بهت میشد یه دونه فنر تمام، ولی این یه چیز وحشتناک که تو شبیه ساز بکنی، نشینی همینجوری باز بکنی، آقا گرفتیم حال کردیم، اینو گرفتی حال کردی دمت گرم، اینو میذاری میدی به تحویل پدر یا مادرت، صبر میکنی تا روزی که اعلام کردم دفترچه رو باز میکنی. یعنی عین دفترچه کنکور میخوام حفاظت شده دستت برسه، نه اینکه باز کنی این کتاب عادی نیستا، باز کنم ورق بزنم چه جوریه ها. این پک رسید در خونتون، چک میکنی 11 تا سوال، 11 تا پاسخ تشی، بعد خودت هم باز نمی‌کنی، دفترچه باز نمی‌کنی، تحویل پدر یا مادر میدی، روزی که می‌خوای آزمون رو واسه تو برنامه‌ت می‌ذارم دفترچه رو باز می‌کنی. گرفتی چی شد؟ جان پدر مادرت همین کارو سر این داستان بکن. نشینی خودت دونه دونه بزنی ها، این فایده نداره واسه منا. پس آزمون رو این مدلی واسه دادم. بچه‌ی ریاضی شاکی نشن، واسه ریاضیام درآوردی مثلا این آزمون 5 یک ریاضی، نگاه کن یک ریاضی، یک ریاضی تابه ماتریس نظریه اعداد، فقط درسشون فرقش اینه دیگه. 5 ریاضی هم من بیارم، 5 مبحثی ریاضی، نگاه کن دفترچه رو، به خدا خودم حال میکنم نگاه میکنم، ریاضی حسابانش چی شده؟ مثلثات، مقاطع نظریه اعداد، بقیه درساش هم که تا حدودی زیادی بارش ریاضی مشترک. واسه انسانی هم که نگن آقا به انسانی بی توجهی میکنی، واسه انسانی نگاه کن، یا امام زمان به قول محمد واعظی نگاه کن اینجا رو، ادبیات 12ام، عربی، دینی، زبان، ریاضی و آمار، آمار و الگو خطی 12ام درس 1 تا 6، علوم فنون، عربی، عین دفترچه جامعه، فلسفه، تاریخ، جغرافی، عین حال کن فقط. چت رو باز کن ببینم حال کردن. چت وایس باز نکن، باز نکن. باز نکن، باز نکن. میگم سوال از کجا در اومده؟ باز نکن ببینن سوال از کجا در اومده که کامل دیگه راحت بشن. خب پس 7 تا آزمون مپسی شد، 4 تا آزمون جامعه شد.
نگاه کن اینجا رو. آقا منبع سوالای دیمک چیه؟ منبع سوالا، سوالای منتخب کنکور سرسری 90 تا 99. کل به درد بخوراش غیر تکراریاشو درآوردیم. منتخب آزمونای قلمچی، منتخب آزمونای گزینه 2، منتخب آزمونای سنجش، منتخب کتابای برتر کنکور، خیلی ساز الگو گاج مبتکران راه اندیشه و غیره، سوالات منتخب مونتالرنیتو. یعنی بعضی اون که نحاسه مونتالرنیتو داشته باشن. سوالا هم درآوردیم، خیلی از مونتالنتری خیلی از این سوالا هم داره، ولی اومدیم در قالب اونا، هر سالی هم تو اونا بوده کشیدیم بیرون. هیچ چی دیگه. یعنی ببین با یه تیر 10 تا نشون میزنی، آزمون سازیش کردیم. ببین اینا رو ممکنه تو کتابای مختلف زده باشی و داشته باشی همین الان، ولی این فرقش یه آزمون سازی شده. آقا چجوری ترازو ببرم بالا؟ چجوری تعداد غلط زدن زدامو کم بکنم؟ چجوری بی دقتیامو کم بکنم؟ چیکار کنم استرسم کم شه؟ همش همینو بزن تمام. 11 تا و خیالتم راحته، هیچ سوالی خارج از این مجموعه تو کنکور نمیاد. خیالت راحت باشه. آقا نمیاد 100 درصد، چرا میاد؟ تو میخوای همه درس‌ها رو 100 بزنی، تو 3 تا سوال از هر درس نزن. تو مبحث اول نیم سال 12 از هر درس یه دونه سوال نزن. یه دونه شرط تو هر مبحث 12 مثلا شیمی 12 پس 1 و 2. آخه ببین یه چیز بهت بگم. شیمی 12 پس 1 و 2 ترم اول دیگه، درسته؟ من چند تا سوال واسط گذاشتم؟ من تو هر آزمون تو اون هفتایی ها 30 تا گذاشتم. 30 تا هفتایی میشه 210 تا تست. 4 تام 35 تایی گذاشتم. میشه چند تا؟ 280 140 تا تست. بسته دیگه، چیکار میخوای بکن؟ بسته نیست. 350 تا تست. فصل 1 و 2 شیمی 12 تمام. حجت را تمام کردیم. تا بعد از دیمک دیگه هیچ مجموعه نمیتونه کامل همه رو پوشش بده. خیالت هم راحت باشه. آقا یه چیزی، ما که اوزامون خرابه چیکار کنیم؟ نگاه کن اینجا رو. دیمک رو باید چیکار بکنیم؟ اگه تراز بالای 5850 تو آزمون امروز، تراز بالای 5850 تو آزمون امروز هستی، یا تسلط 50 درصدی به مباحث نیم سال اول داری، اینا رو باید به صورت آزمونی بزنی. گرفتی چی شد؟ یعنی اگه شیمی 12 فصل 1 و آقا بلدم میشه چند درصد؟ میشه 50 درصد، چون فصل 2 شو بلد نیست. آقا شیمی 12 فصل 2 رو بلدم، چند درصد میشه؟ 50 درصد. آقا فیزیک 12 من دینامیک اوکی ام ولی حرکتی چی عالیم نیست، میشه 50 درصد. اگه این تسلطو داری، 50 درصدشو خوندی، بعد آزمونی بزنی. باید آزمونی بزن. ببین بالاخره تو کجا میخوای با آزمون مواجه بشی؟ یه جا بعد این ترسه رو بریزی له کنی بریزی دور دیگه. یه جا بعد این ترسه رو بریزی دور. الان وقتش. الان بریزش دور. گرفتی چی شد؟ الان وقتشه بریزش دور. این از اولی. خوب دقت کن. اگر تا به امروز 12م را خوب نخوانده اید، اصلا من میگم صفر صفر صفری، تعطیل، داغون، به صورت درس به درس فقط از این پس دیمک را بخورید تا سریعاً به بازی برگردید. یعنی دیگه سراغ کتاب متفرقه واسه تست زدن نمیخواد. آقا آخه خیلی من کتاب خریدم، 3 میلیون 4 میلیون کتاب خریدم. خب خریدی، مهم زندگیت، مهم سرنوشتت، تمام، بذار کنار، بذار گیج نشی الان، هی استرس نگیری. بهت بگم ها، بهمن داستان چیه؟ آقا من استرس دارم چیکار کنم؟ همین الانش تو همین مدت آذر یه سری ها بازی رو گذاشتن کنار، به خصوص فارغ التحصیلا، به خصوص فارغ التحصیلا. دید خواست امسال بخونه، دید آقا من همون آدم به درد نخور قبلی هم، نمیخوام درست بشم، و اینا فردا 3 سال دیگه پشیمونن، 3 سال دیگه افسوس میخورن که ای کاش از بازی خارج نشده بود. ای کاش از بازی خارج نشده. دریاب، دریاب این زمان، نذار از دستت بره. اونایی که میخوان تهیه کنن فقط همین شماره است. تو رو خدا به خود من راجع به این داستان پیام ندید. واتساپ، تلگرام، اینستاگرام من پره. آقا اینو چیکارش بکنیم؟ همین شماره 0922 823 4459، توی تلگرام به این شماره پیام بده، توی تلگرام به این شماره پیام بده. تمام، به خود من راجع به این پک صحبتی مطرح
نکن. من واقعا ممنونت میشم. من تو واتساپ با اولیا در ارتباطم، تو تلگرام با دانش آموزا در ارتباطم، یه دفعه تو اینستاگرام یه دفعه طرف دایرکت میده پک دیمر گوش کار کن، تو رو خدا اونجا پرمده. و بچه هایم که مشاوره هستید، خواهش میکنم تو اینستاگرام دایرکت ندید، ما تو تلگرام با هم در ارتباطیم. خواهش ازتون میکنم توی اینستاگرام پیام ندید، چون گیج میشه اصلا این اینستاگرام واسه یه سری داستان هست. اون وقت بعد ببین شاگرده غیر خودی، شمایی که خودی هستی تو تلگرام شب و روز با هم هستیم دیگه، که شلون اتفاق خوبه رو با هم بسازیم. پس فقط همین شماره 0922-823-4459 بزن پک دیمرک. اگر حال کردید با این پک به من بگید که پایرم ایشالله به دستتون برسونیم. چت رو باز کنم نظر بچه ها چیه؟ الان دفترچه ها رو دیدن. دمتون گرم، دمتون گرم. فقط تو رو خدا درست استفاده کنید، تو رو خدا درست استفاده کنید. دمتون گرم، واقعا حال کردم، خستگیمون در رفت. 7 تا مبحثیه، 4 تا جامعه است، یعنی رو هم دیگه 11 تاست. الله اکبر، الله اکبر، دمتون گرم. 11امیه ایشالله سال بعد. آخه 11امیه مثلا فیزیک یه فصل خوندی، شیمی تالا یه فصل خوندی، چی من بذارم آخه؟ واقعا چی بذارم؟ مثلا چه جنبندی؟ بابا 11امیه شما خیلی کوچولویید، خیلی کوچولویید، صبور باشید میرسید به سال بعد. خب چطور ببن؟ چطور ببن؟ دمتون گرم بچه، حال کردم، دمتون گرم، دمتون گرم. خب آقا بریم سراغ بحث هیجان انگیز خواب. بحث خواب، بدبختی خیلی ها تو زندگی هاشون هم خوابه. یه دونه استادی چند روز پیش اومد پیش من، گوی اخچلیان من 10 ساله کار میکنم، چرا هیچ وقت نتونستم آدم موفقی باشم؟ گفتم واسه این که تو 10 ساله کار میکنی، هیچ وقت زنگ اول مدرسه 8 تا 9:30 صبح تو نتونستی به موقع بری. هر مدرسه معرفیت کردیم رفتی درس دادی، زنگ اول جای 8 صبح 9 صبح رفتی. ببین مسئله خواب تو زندگی بعدیت هم اثر میذاره. اونی که مغازه داره، اونی که زودتر از بقیه باز میکنه صبح در مغازه‌ش، مطمئن باش روزیش بیشتره. پس این قضیه خواب رو دریاب و اساسی به قضیه خواب توجه کن. آقا چه کنم داستان خواب؟ خوب دقت کن. ببین من میگم تو در شبانه روزت حداقل باید 6 ساعت بخوابی. حداقل. یعنی خواب زیر 6 ساعت واقعا کار فوق‌العاده اشتباهی. خواب زیر 6 ساعت کار فوق‌العاده اشتباهی. مهدی اگه میخوای ضبط کنی اینجا رو ضبط کن، بحث مهمی. آره. اینا رو یادداشت کنید بچه‌ها. خوب دقت کن و توجه کن به این موضوع و دوست دارم خیلی دقیق ریز بشه روش. خواب یک قضیه بسیار بسیار حیاتی و بسیار بسیار مهم در روند یک داوطلب کنکوریه که متاسفانه خیلی ها غافلن ازش. حداقل زمان خواب، تاکید میکنم، 6 ساعته. حد اکثر زمان خواب 7 ساعت و نیمه. تو باید نگاه بکنی به خودت و بررسی بکنیم من شهاب الدین یخشلیان چند ساعت در شبانه روز نیاز به خواب دارم. تو بین 6 تا 7 و نیم ساعت باید بخوابی در کل شبانه روزت. و به هیچ عنوان به قصد بیشتر خوندن، به قصد جبران عقب افتادگیات از خوابت نزن، از تایمای پرت شبانه روزت بزن. به هیچ عنوان از خوابت نزن. چرا؟ چون اگر تو روند بهتر خوابیدن رو داشته باشی، آقا روند بهتر خوابیدن یعنی چی؟ یعنی پایبندی به یک برنامه خواب ثابت. یعنی اینکه من بدونم هر شب مثلا 12 شب میخوابم 6 صبح بیدار میشم، هر شب 11 شب میخوابم 6 صبح بیدار میشم. سعی کن زمان بیدار شدن رو بذاری 6 صبح، زمان خوابیدن بنا به سیستم بیولوژیک بدن خودت یا 12 بخوابی یا 11 بخوابی. این ایدئال‌ترین حالت ممکنه که من یک روند خواب ثابت. چرا میگم 6؟ واسه اینکه صبح کنکورم تو باید 6 صبح بیدار بشی. بدن تو باید ریتمش به یک ریتم ثابت برسه. آقا بعد این کارو می‌کنم، بعد دیر شده.
تو همین الان اگه این کارو بکنی، بعد تو یه سوال دارم، چرا به بعد عید فکر میکنی؟ تو به جای اینکه به بعد عید فکر کنی، بیا به آزمون 26 دی یا قلمچی یا گزنده یا فورتیک یا هر آزمون دیگه که داری میدی به اینا فکر کن. یعنی به دراز مدت و دور فکر نکن، به همین حالا فکر کن، از الان خودتو بساز. میگه من چجوری تراز آزمون رو ببرم بالا؟ آیا میدونی یکی از زمینه های افزایش تراز اینه که تو شب قبل آزمون خوب بخوابی، صبح آزمون با انرژی و حس خوب و حال خوب و واقعا خفنی بری سر جلسه آزمون؟ یکی از راه ها و دلایل افزایش تراز آقا چجوری تراز بالا ببرم، یه وقتی دنبال خیلی راه حل عجیب و غریب میگردی که یکیش همینجاست. یکیشو بارها بهت گفتم تعداد تست تو ببر بالا، یکی دیگه شو الان بهت گفتم آزمون سازی شده تستا رو بزن ببین چقدر خوب ترازت میره بالا. پس اینم توجه کن، ورزش منظم باعث میشه بهتر بخوابی. گفتم دو تا پارت حتما تو روز ورزش کن. ورزش میکنی واقعا؟ به جهت بهبود روند مطالعاتی. آقا یعنی ورزشم رو افزایش تراز اثر داره؟ 100% اثر داره. محدود کردن مصرف کافئین، نمیگم کافئین مصرف نکن، مصرفشو کم کن. یعنی اگر قهوه میخوری، کارشناسای این داستان فقط یه فنجون قهوه تیروز تو رو خوشگل سر و حال میکنه، خوشگل میسازتت، ولی اگه یه فنجون بیشتر بشه دیگه به دردت نمیخوره، اون وقت باعث بیشتر خسته شدنت میشه. و مدیریت استرس. آقا چجوری استرس هم کم کنم؟ یکیش خوابه که امروز تو کارگاه 28 آذر میخوام مفصل بهت بگم. آقا بهتر خوابیدن چجوریه؟ اتاق خوابت حواست باشه، الان که وارد فصل سرما شدیم اتاق خوابت یکم خنک باشه، گرم نکنی اتاقا، چون باعث میشه بدنت هم دماش بره بالا. بدنت دماش میره بالا، صبح بیدار شدنت کار سختی میشه و تو وقتی بیدار میشی سر حال نیستی، خسته ای. عدم خوردن غذای سنگین و مایعات بیش از حد. من به تمام بچه پروفشنال پیام شامو دادم، تا قبل از ساعت 9 باید شامتو خورده باشی، تا قبل از ساعت 9 شامتو باید خورده باشی. و گفتم مصرف برنجم توی شام کلن قطع کن، کلن مصرف برنجو قطع کن. مصرف ماستو گفتم قطع کن. از دیروز که پیام تغذیه فرستادم قرار شد 20 تا پسته هر روز اضافه بکنی. حمام گرم بگیر. ما دو مدل حمام داریم، یه حمام سرد یه حمام گرم. اگر صبح تو بیدار شدن و استارت زدن مطالعات مشکل داری، حتما یه دوش آب سرد بگیر. اگر شب تو خوابیدن با مشکل مواجهی و استرس میگیری، حمام گرم بگیر آخر شب. حفظیاتو بذار آخر شب. و موسیقی آرامش بخش بدون کلام بذار واسه آخر شب که یه خواب خوب و درجه یک داشته باشی. اینجا نگاه کن، حداقل یه ساعت قبل خواب موبایلتو خاموش کن. بعد جالب اینجاست، من از یکی از خانومایی که خیلی بهش امیدوارم این دفعه گوشیشو گرفتم، اینم 4 ساعت روزانه تو اینستاگرامه. بعد خانواده مثلا تقریبا 200 میلیون خرج کنکور این آدم دارن میکنن. 4 ساعت نگاه کن. من نمیگم کلم بذار کنار، من میگم اوکی اینستاگرام تو اون بخشی که نگاه میکنی نگاه کن، بیشتر از نیم ساعت تو روزت نشه. و دارم چی میگم؟ یه ساعت قبل خوابم نباشه چیکار کن؟ یکی از پارتای استارت میگه آقا چیکار کنیم؟ یه یروپش رو 10 دقیقه بذار واسه اینستاگرام، 10 دقیقه هم بذار در روز تلگرامتو چک کن. تمام تمام، ببین چقدر اوضاع بهتر میشه. پس اگه شب خواب خوب نداری، یه حمام گرم بگیر و برگرد. این رو رعایت کن، چیزای پیچیده نیست، ولی در روند بهبود ترازی تو و روند بهبود جایگاه تو اثر بسیار بسیار مثبتی خواهد داشت. و اینم از الان بهت بگم، من تو لایو آخرم هم گفتم کارنامه نردبانی رو بسیار بسیار جدی بگیر. ما میتونیم مهدی الان رو اینجا سایت کانون رو بالا بیاریم؟ آره روی LCD یه دقیقه سایت کانون رو بالا بیار که من دوباره کارنامه نردبانی رو بگم. بچه ها خوب توی لایف که گفتم متوجه نشدین، خوب دقت کن اینجا رو، کارنامه نردبانی رو خوب توجه کن. اینجا کانون رو میزنی واسه من، کانون داتا یار. خب اینجا میشه بیفته این؟ دمت گرم، دمت گرم مهدی، مهدی از اون اشخاص ها، دمت گرم. خب نگاه کن، این الان صفحه اول سایت کانون، این دمت اینجا باش. بریم توی، بزن اینجا کارنامه نردبانی. اینو ببینید بچه ها، یه ذره آرامش بگیرید بفهمید خود آقای قلمچی چقدر آدم متفکری تو این حوزه. داره میگه بزن کارنامه نردبانی داره. که تو آزمونای قلمچی داره تقلب میشه. خوب دقت کن، من اینجا بهت نشون بدم. کارنامه نردبانی رو بیار. اینو بزنید دقیقه مهدی. یه دقیقه اینجا باشه. آره. بزنه.
حالا لود میشه. خب نگاه کنید بچه‌ها، سفر بچه‌ها دارن دیگه، می‌بینن دیگه. این نمیاد مهدی کار. آها کارنامه نردبانی نگاه کنید بچه‌ها. خب نگاه کن، این کارنامه نردبانیه که گذاشته نردبان پیشرفت که بفهمی آقا من چی کار دارم میکنم و چه جوری داره کارا پیش میره. تو صفحه قبلیشه فکر میکنم کارنامه نردبانی. اینجام که توضیحش رو نداده. یه دقیقه ببینم کجاشه. مال پارساله. برداشت فکر کنم. آره برداشتن. اینها اینجا هم نظرات گذاشتن که نمیاره. بذار حالا یه چیزی که سرچ بکنی. حالا یه دونش بذارید بیاد، یه دونش بیاد. آها این کارنامه نردبانیه بچه، اومد یه دونش. نگاه کنی این کارنامه نردبانیه که حتما برو بررسی بکن. حالا واسه آزمون 25 بهمن پارساله. این چی داره میگه؟ رنگ آبی، سبز، سفید، زرد، هر کدوم حاوی یه پیامه. آقا این پیامه چیه؟ شما ما الان نرفتیم تو صفحه شخصی، بری تو صفحه شخصی کارنامه نردبانی میاد. این میگه که آقا بقیه آیا دارن تقلب میکنن یا نه. مثلا در بازه ترازی 6250 انتظار طراح این بوده چند تا سوال شما بزنی، شما باید بررسی بکنی ببینی چند تا سوال زدی. گرفتی چی شد؟ یعنی مثلا طراح انتظار داشته بچه‌ها 6 از 10 بزنن، بعد بچه‌ها رفتن خیلی بدتر زدن یا مثلا خیلی بهتر زدن. قشنگ نشون میده به شما که چی کار باید بکنی. حتما بعد از آزمون کارنامه نردبانی رو بررسی کن. بذار ببینم اون صفحه که توضیحاتش داده بیارم برات ببینی تو هم، که دقیقا لینکش رو بگم تو هم همونجاشو بری. نمیدونم کجا برداشته فکر کنم مطلب رو. نمیاره بچه حالا. میبینی حالا این واسه یه آزمون دیگه است که دقیقه گفتم مثلا تو این بازه از ترازی چند تا باید بزنی. پایین این مطلب 12 ریاضی رو بریم ببینیم واسه این آزمون رو. خب بچه‌ها اینو پس خودتون برید، نمیاره الان سرعت اینترنت پایینه یا من با تاچ این مشکل دارم. اینجا دوباره بزنیم نردبانی. خب دوباره همونا رو آورد واسه آزمون قبل فکر کنم برداشته. آها اینجا نگاه کن، مثلا توی نگاه کن، من یه توضیح بدم برات. کارنامه نردبانی میگه تو صفحه شخصیت هست، خب میگه کارنامه چند تاست؟ 20 تا پله داره با فاصله های 250 تا نمره تراز، یعنی از تراز 3250 تا 8000. خب میگه قشنگ مشخص شده، میگه تو بازه های 750 تایی با رنگ مشخص شده، یعنی رنگاش قشنگ قرار گرفته. خوب نگاه کن اینجا رو، میگه مثلا پاسخگویی چند از 10 در رشته تجربه رو میبینید تراز 4000 به 1 سال. خوب دقت کنید بچه‌ها، این قلب رو محمد وازی برد با خودش. خب نگاه کن اینجا رو، قانون چیه؟ قانونی که روی نمیشه نوشت نه؟
نه. آها خب اینجا نمیشه نوشت. قانون دقت کن چیه؟ من یه دقیقه برم اون ور. این الان چجوری باید بریم اون ور؟ از اون بالا سمت راست. یه دقیقه من این واسط توضیح بدم قشنگ جا بیفته واسط. آها مرسی. دست درد نکن. نگاه کنید بچه‌ها، قانون آزمون ها و همین آزمونایی هم که ما میخواییم بگیریم قانوناش 1-3-5-7. آقا یعنی چی 1-3-5-7؟ یعنی تو اگر یه چیز عادی بخونی معمولی بعد یه دونه از 10 تا سوال رو بزنی. خوب گوش کن، یه دونه از 10 تا رو بعد بزنی. آقا سه چیه؟ تو اگر 3 تا، خوب دقت کن، تو اگر 3 تا از 10 تا رو بزنی ترازت میشه 5000. گرفتی چی شد؟ اگر 3 تا از 10 تا رو بزنی میشه ترازت 5000. تو اگر 5 تا از 10 تا رو بزنی ترازت میشه 6000. اگر 5 از 10 بزنی و اگر تو 7 تا از 10 تا رو بزنی ترازت باید بشه 7000. این قانون قلمچی بود در سالهای قبل. گرفتی چی شد؟ در سالهای قبل 1-3-5-7. در سیستم آزمونی مثلا آزمون گزینه 2 چه جوریه بچه‌ها؟ آزمون گزینه 2 2-4-6-8. یعنی چی؟ یعنی اگه معمولی بخونی قانون آزمون سازی معمولی عادی بخونی 2 تا از 10 تا بزنی، دیدی درصد گزینه 2 بالاتر از قلم چی در میاد. اگه متوسط بخونی بعد 4 از 10 بزنی، خوب بخونی 6 از 10، عالی بخونی 8 از 10. این روند آزمون گزینه 2، این روند آزمونی قلم چیه؟ این هیچ جا نیست، به والله هیچ چیزی. چت باز کنم ببینم کی دیده تا حالا. هیچ جا چنین چیزی رو من تا حالا تا این لحظه ندیدم تو کلاس مشاوره این مسئله مطرح بشه. اگه کسی مشاور قبلی داشته بگه ببینم اینو چیز دیده کسی، نه هیچ جا نیستش. خوب حالا دقت کن، اینا منم ندیدم، منم ندیدم. حالا وایسا وایسا الان ببین چی میشه. پس این چی شد؟ قلمچی 1-3-5-7. حالا این کارنامه نردبانی چی میگه؟ میگه آقا مسئله اینجاست، موضوع اینجاست، داستان اینجاست. دمت گرم ببن. داستان اینجاست که امسال داره تقلب میشه. حالا آقا این تقلبه فقط این نیست طرف بره سوال بخره ها. چیه داستان؟ اینه که طرف همین مثل آزمون دیمرگ این کار رو باشتک کنی، ماشین حساب هم داره از ماشین حساب استفاده میکنه. اشتباست. نگاه فرمول فیزیک اونجاست، برای بعدم بنویسم. اشتباست. جالبه نظر طراح سوال، من تو تجربه های امسال برگزار کردم، نظر طراح خود سوال قلمچی که آقا بچه ها همونجور که ما انتظار داشتیم زدن فقط تو درس زمین شناسی بود. چرا؟ چون بچه ها زمین شناسی واسه شون مهم نیست تقلب بکنن توش. گرفتی چی شد؟ تقلب پس فقط سوال خریدن نیست. تقلب سوال خریدن مثلا عمومی اختصاصی، مثلا این دقیقه زمان داره تو نیم ساعت بیشتر به خودت وقت بدی، وسطش باشی بری دستشویی برگردی. تو قبلا آزمون حضوری بود از این کارا نمیشد کرد. حتی من واسه اینکه شما دیمرگ رو جدی تر بگیرید واسه اون بچه‌ای که امکان دسترسی به تهران داشتن، تو فکرم حالا تا آخر شب تصمیم میگیرم و اینا فقط خبر بده که امکان برگزارش هست یا نه، که اصلا اردوی حضوری با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و با ماسک و دستکش و اینا بیای بشینی عین شرایط کنکور همون جوری آزمون بدی. یعنی این 11 تا رو علاوه قلمچی پارسال، گزینه 2 پارسال، قلمچی امسال بیای حضوری بشینیم آزمون بدیم تا ببینیم چیکار میکنه. ببین من هر کاری میکنم تو بری بالا، بیکار ننشستم، هر کاری میکنم تو بری بالا. خوب پس توجه کن اینجا رو. حالا نردبانی چی میگه؟ میگه نردبانی ترازو گفته بعد 7 تا از 10 تا بزنید، بعد ترازوی 7000 9 تا از 10 تا زدن، بعد تازه طراح قلمچی وقتی میگه تو بعد 8 از 10 ترازو 7000 بزنید، ما بعد یه دونه همیشه بریم پایین. چرا؟ چون همیشه یه پله بالاتر از دانش آموز نگاه داره. یعنی مثلا میگه دانش آموز ترازه 5000 بعد 5 تا بزنه، ما نگاه کن دانش آموز 5000 کلا 4 تا میزنن. یعنی یه دونه نمیزنه، ولی جالبه امسال 2 تا بالاتر دارن میزنن که رنگ بندی ها رو توضیحاتش تو سایت اصلا الان نبود، من پیدا نکردم. دقیقاً رنگ بندی ها رو بری بررسی کنی چه عجیبه سیستم، اینا دارن بالاتر از سطح توقع و انتظار میزنن. مگه میشه این بچه‌ها انقدر خفن شدن؟ یعنی بچه‌ها از انتظارات طراحا فراتر اصلا نه از این خبرا نیست. حالا خوب دقت کن اینجا رو. پس این 1-3-5-7 تو ذهنت باشه. تو این آزمون دیمرگ هم که واسط گذاشتم تو از درصدت میتونی وضعیت رو بفهمی. اینم دوباره من بر اساس 1-3-5-7 طراحی کردم. اینم بر اساس 1-3-5-7 بررسی کردم. یه دونه من اومدم حرکت زدم 1-3-5-7-0. اگر کسی رتبه زیر 1000 میخواد باید 10 از 10 بزنه آزمون.
چون سوال تألیفی جدید توش نذاشتم. باید تو 10 از 10 بزنی. گرفتی چی شد؟ زیر 1000 تجربی کشوری گفتم و تو رشته ریاضی زیر 200 کشوری ریاضی و تو رشته انسانی زیر 100 کشوری انسانی. باید 10 از 10 بزنی. باید 10 از 10 بزنی. پس ظریف خطا تو این آزمون ها به پایین ترین سطح ممکن برسه. خوب دقت کن، الان میگم زیر 1000 کشم، منطقه‌ای که شرایط میشه زیر 500. گرفتی چی شد؟ پس اینو دریا. این هم از این بحثمون. پس حتما کارنامه نردبانی رو بررسی کن که بفهمی. ولی خب در واقع سایت قلمچی واژه تقلب به کار نمیده، واژه خطای دانش آموز رو به کار برده. چون خطاست، کارش نمیشه کرد که. مگه میشه جلوی طرفو گرفت بگی چیز بر نداره، ماشین حساب بر نداره؟ نمیشه که چنین کاری کرد. اینو پس دریابید بچه. خب این هم که گفتم واسه بهتر خوابیدن، یه خوابو برم سراغش دوباره. پس چی شد؟ واسه بهتر خوابیدن، پایبندی به یک برنامه خواب ثابت، ورزش، محدود کردن کافئین و مدیریت استرس. حالا تو استدلالی گفتم چیکار کن؟ ساکت، تاریک، خنک، غذای سنگین و مایعات هم نخور که شب تو خواب یه دفعه از خواب نپری بری دستشویی. اینا رو دریاب. بعدی رو دریاب که خیلی کارهای خوبیه. بدبختی ما اصلی ترین علت در اختلال خواب استرس و استرابه. ببینین استرس و استرابی که میفته به جونت نه تنها باعث میشه ساعت مطالعه بیاد پایین، کیفیت و دقت مطالعه بیاد پایین، تمرکزت بیاد پایین، انرژیت وقت درس خوندن بیاد پایین، خوابت هم به هم میریزه. آقا چرا میشینی فکر میکنی؟ آقا چی میشه؟ من میدونم هیچی نمیشم. خب تو هی بگو، هی تکرار کن، هی تکرار کن، آخر خب معلومه چیزی نمیشی. آقا من وضعیتم خراب باشه، وضعیت من امروز مطلوب نیست، چیکار کنم؟ درستش میکنم، وقت دارم، زمان دارم، عقبم، تازه شروع کردم، وقت دارم، زمان دارم، اگر با آرامش کار بکنم. چرا خیلی از آدمایی که دیر شروع میکنن نتیجه خوبی نمیگیرن؟ آیا چون وقت نیست؟ آیا یه نفر از فردا 29 دی واقعا از 0-0 شروع کنه؟ آیا وقت نیست؟ چرا وقت هست؟ ولی چون اون آدمی که داره از 29 شروع میکنه مدام تو وجودش استرس و استرابه، باعث این میشه این آدم موفق نشه. وقتی میبینی با بعضی از دوستان، بعضی از آدمایی که صاحب نظرن تو کنکور صحبت میکنی، میگه نه دیگه وقت نیست، بذار سال بعد. این دوستان متاسفانه بچه هایی رو نگاه نمی کنن که میتونن با آرامش کار کنن. اگه تو بتونی با آرامش کار کنی، 4 ماه شر کنکور کندی تموم شده. 4 ماه، الان که 6 ماه و نیم وقته. ولی به شرط اینکه آرامش داشته باشی. ولی متاسفانه 80% به بالا آدمایی که تازه میان تو میدون یه ما میخونن، استرس استرابه غلبه میکنه، نمیذاره کار کن. داستان اینه، جلوی این استراب استرس رو بگیر. ببین چجوری بدبخت میکنه. آقا اثرات کمبود خواب چجوری خودشو نشون میده؟ من ببینم خوابم، ببین مثلا طرف به من گزارش میده 17 ساعت. خب گزارش 17 ساعت فایده نداره، اصلا فایده نداره. آقا چیکار میکنه خواب کمبودش؟ انرژی رو اینه مطالعه میاره پایین. چی کار میکنه؟ دیدی خلق و خو تغییر میکنه، پرخاشگر میشی. دو علت داره، یا استراب داری یا خوابت به هم ریخته. کاهش تمرکز و کیفیت مطالعه. پس خوابتو کم نکن، تایمای مردت رو درست کن. خیلی تایم مرده تو روز داری، افزایش تعداد غلط زده ها. حواست به خوابت هست؟ آقا من چرا تو آزمون انقدر غلط میزنم؟ بابا جان، برای اینکه تو عادت نکردی 8 صبح تا 12 پشت هم تست بزنی. میری تو آزمون، این اتفاق میفته، تعداد غلطات میره بالا. چرا؟ چون تازه بیدار شدی، تازه داری لود میشی روز آزمون. روزای دیگه اینجوری از مغزت کار نکشیدی. روزای دیگه صبح بیدار شدی، قشنگ زیست و باز کردی، قشنگ خرامان خرامان ورق زدی، رفتی جلو، حال کردی. بعد فکر کنی روز آزمون هم همینه. یه دفعه روز آزمون اول تو کله سحر بهت، کله سحر تو البته که دیر بیدار میشی، بهت داره تست قرابت آرایه میده. تو اون موقع نثر هم نمیتونی بخونی، کتاب داستان کودکان نمیتونی بخونی، بعد فصل اولین سوالا بیت های خفن. پس دریاب استرس و نگرانی،
پس اگه من استرس دارم یکی از دلایلش کم بوده خوابمه ها. خیلی از بچه‌ها که دیر شروع میکنن واسه اینکه کار بیشتری انجام بدن و زودتر جبران بکنن عقب افتادگیشون، اولین کاری که میکنن از خواب کم میکنن و همین نابود میکنه و در نهایت سلامتت توی اوضاع آنفولانزا و کرونا سلامتت هم به خطر میندازی و همین یه ضربه بزرگ بهت خواهد زد. آقا درمان پزشکیش چیه؟ درمان پزشکی واسه اختلال خواب، اگه خوابت نمیبره، من دارم میگم از نظر ذهنی اگه تو استراب و استرس تو از کلت بریزی دور، من مشکل کامل برطرف شده. آقا نه، من مشکلم حادتره، برو قرصای خواب آور پزشک بهت تجویز بکنه، قرصای خواب آور مصرف کن اگه خواب نداری. بعضیا اصلا خواب ندارن. حالا راجع به اینکه خوابمون زیاد چیکار کنم، میخوام نکته بهتون بگم. مکمل های ملاتونین، بری پیش پزشک متخصص این بس، قطعا بهت خواهد داد. ممکنه تو آلرژی داشته باشی، داروی آلرژی مصرف کن، داروهای مربوط به مشکلات سلامتی زمینه‌ای. بعضیاتون مشکلات زمینه‌ای دارید، بیماری‌های زمینه‌ای دارید ولی می‌خوای درس بخونی، میگم اونو برطرف کردی، میگه آره دکتر قرص داده ولی من مصرف نکردم. به همتون باز مجددا تاکید می‌کنم حتما یه آزمایش خون بدید اگر با مشکل خواب مواجهید، اگر با مشکل خستگی مواجهید، و حتما از پزشک متخصص بخواید که مکمل‌های سری زود بازه بده، شما حل شید درست شید برید جلو. و واسه شروع جنبندی دی هم حتما تو لایو هم گفتم، باز دوباره تاکید میکنم، یه دونه آمپول خارجی نوروبیون برو بزن، حتما یه دونه برو بزن همین شروع این فرآیند. دو تا تو این ماه بزنی ترک کنی، قوقا کردی چیه آقا؟ آقا بابا بعد سازمان بهداشت جهانی تایید بکنه، بابا مکمل ویتامین بی چیز خاصی نیست که این، برو بزن ببین چجوری میسازته. یعنی همه یخچال، یعنی فردا قطعا این آمپول بزن تمومش کن، بزن تمامش کن، حال کن، حال کن، دو تا تو این ما بزن، بهتره کن دیو، بهتره کن یه جمعری خواهد دیگه نزن، یه دونم اید دوباره بزن، یعنی حال کردی دوباره بزن، هی بزن، هی بزن، البته زیر نظره دیگه هی زدن زیر نظره دکتر باشه. آقا علت های پرخوابی چیه؟ آقا خوابمون زیاده علتاش چیه؟ بیایم علتاشو بررسی کنیم، کجای کار میلنگ ما خوابمون زیاده، درد ما کجاست ما خوابمون زیاده. یکی از علتاش وضعیت درسی نامناسبه. خیلی‌ها فکر می‌کنن اگه وضعیت درسیشون در واقع مناسب بشه خوابشون درست میشه، ولی تا خوابت درست نشه وضعیت درسیت مناسب نمیشه. یکی دیگه‌اش عقب افتادن از کلاس‌های آنلاین و اساتیده. آخه من نمیفهمم میشی مثلا شب تا 2 شب 3 شب کلاس میبینی؟ خب اون کلاس سریال که نیست، بگیم تو داری سریال میبینی حال میکنی، تو باید یادگیری هم داشته باشی، جوگیرانه کار انجام نده، عقب بودن از برنامه آزمون. اگر یه نفر واقعا همین الان تو نوبان اومده ثبت نام کرده، کلی هم از کلاس های نوبان عقبه، اگر واقعا وقت بذاره درست اصولی با صبوری و شکیبایی کار بکنه، طبق برنامه من بیاد جلو، من اینو میرسونمش تا یه ماه و نیم دیگه. ولی به عشق خیلی مخلصم دکتر رضا کیاسالار اومد. اینو پس دریاب، اینو دریاب و بهش توجه کن. عقب بودن از نگرانی امتحانات، وای ببین اصلا دیگه سرویس شدم، انقدر اینو به من گفتی تو این یه هفته. بابا تو اگه درست بشینی بخونی خب جمع شده دیگه. آقا من نگران امتحان ترم ایراد نداره، فیزیک نگرانی، فیزیک چند تاست؟ سیتایی گذاشتم و آره سیتایی 25 شه گذاشتم واسه همون رو بزن بسه تمام. مقایسه با سایر رقبا، هی میشه خودت با بقیه مقایسه میکنی، اون وقت چی میشه؟ آقا خب من بعد رقیب مقایسه کنم که بعد انرژی بگم بهتر کار کنم؟ نه، انرژی میگیری بهتر کنم چیکار کنم؟ میگیری میخوابی. آدم وقتی استرس میگیرن میخوابن. بهت گفتم اصلی ترین عاملش همونه، اونو تکون تکون تمام. ترس از شکست تعلیم آقا اینو بریز دور، کارتو بکن، چیکار داری؟ واقعا کارتو بکن، تو شب و روز وقت بذار، انرژی بذار، کارتو پیش ببر. چی کار داری؟ آقا نکنه نشه، بابا به والله میشه، به خدا میشه، تو فقط درست کار کن. یعنی حجم پیامی که من میدم تا یه روز 70% 80% آقا بخونیم وقت هست، آقا من حس میکنم بخونم نمیشه، خیلی رقیبا بهتر از من. آقا تو کجا رقیبا رو دیدی؟ کنکور یه رقابت تک نفر است، تو اگر خودت خوب بازی بکنی، اگر خودت خوب قدم برداری، قطعا تو این بازی پیروزی، قطعا تو این بازی پیروزی. من نمیفهم اصلا چرا قضیه رو پررنگ و بزرگش میکنی. داوطلبینی که دچار استرس میشوند و از مباحث کلاس و از اون عقب اصلا بیشتر میخوابند، بابا استرس رو بذار کنار، ما آرامش شده برای همه رو جبران میکنیم. یه موضوع دیگه علمی پزشکی، کمکاری تیروئید ممکنه منجر به چرت زدن در روز بشه یا خواب دوباره صبح بیدار میشه 6 پیام گزارش کار میده 9 و نیم ماهانه میگه میخوابه.
و پرخوابی می شود. پس برو پیش پزشک متخصص، این کمکاری تیروئیدن سعی کن یه چیزی بهت بده. 5 دقیقه مونده دیگه، 3 و 10. از دیگر علائم شایع کمکاری تیروئید احساس سرما دارن، ضعف عضلان، افزایش وزن بدون دلیل دارن. البته کنکوری ها چون پشت میز زیاد میشن افزایش وزن همواره هست. راه های جلوگیری از پرخوابی: 1. زنگ هشدار واسه خودت بذار رو موبایل. تنظیم زنگ ساعت برای هر ساعت مشخص در یک روز ممکن است بدن کمک کنه تا الگوهای خواب خودت تنظیم کرده به ریتم طبیعی. پس حتما زنگ هشدار واسه خودت قرار بده، حتما زنگ هشدار واسه خودت قرار بده. آقا راه دوم، دکمه تعویق زنگ هشدار رو فشار نده، اینو با خود عهد ببند. بلند شدن خوب گوش کن و بیرون آمدن از رخت خواب به طور کامل ممکن است به بیدار شدن بدن کمک. آقا این زنگه خورد، پاشو بیا، نگو 10 دقیقه دیگه بلند میشم، پاشو سریع فلفور بیا. و از خوابیدن دوباره، یا خواب زیاد جلوگیری میکنه. اینو تو دریاب درستش کن، قوقا میشه. پس آقا چی شد؟ زنگ زد بلند شو از جات. میگه بلند شی بهتره. از چرت زدن خودت کن، یا فقط چرت کوتاه وسط درس چرت نزن. یه تایم 10 دقیقه تو، یه تایم 20 دقیقه تو بذار پین پارتا چرت بزن. چرت زدن بیش از حد ممکن است الگوی خواب بدن رو مختل کنه و باعث خوابیدن بیش از حد. بعضی کلا تی روز تو چرتن، وسط درس تو چرته. من از این موردات تو اردو حضوری ها زیاد دیدم، اما بعضی از افراد ممکن است دریابن که خواب کوتاه مدت 10 الی 20 دقیقه به اونها کمک کنه سر حال شون. 10 تا 20 دقیقه خواب اصلا قوقا میکنه واسه تو، یه پارت تو بخواب. از روشن بودن چراغ در زمان خواب، چراغ خواب نذار، کلا همه رو خاموش کن. نور روشن با طول موج کوتاه از دستگاه الکترونیک ممکن است مغز رو تحریک کنه و باعث شود فقط بیش از حد لازم بیدار بمونی. موبایل گفتم یه ساعت قبل خواب دیگه استفاده نکن. برای افرادی که بدن آنها به این نورها حساس است استفاده از وسایل الکترونیک کلا توصیه نمیشه و این وسایل الکترونیک کلا بذار کنار. جمله مولا علی، مولا علی میگه بابا پرخوری و پرخوابی روح انسان رو تباه میکند و زیان به بار میآورد. من حالا هی توصیه تغذیه بکنم، هی شما عمل نکن. روغنه معطر، این عالی، عالیه اینا، این انجام بده. اصلا برو عطاری روغنه اوکالیپتوس بگیر، نعنا بگیر، وانیل بگیر، اسوخودوس هم بگیر، ببین قوقاست. آقا ما وان نداریم بریزین تو وان. بابا برو تو همون یه تش و بریز تو تش، این حرکت رو بزن ببین چقدر خوب میشه. میگه عدس گیاه ها آرامش بخش. خب چیکار میکنه؟ رفع خستگی میشه، میزان جذب اکسیژن تو بدنت افزایش میده، درجه جریان خون در کل بدن بهبود پیدا میکنه، از نیانه خستگی و استرس. چه حالی میده یک کنکوری پاشو برو شب یلدا ببینم خوش بهت میگذره. همونو برو یه همومه روغن اوکالیپتوس نعنا وانیل اصلا ببین چی بشه اون هموم، چی بشه اون هموم. شب یلا همینو برو امتحان کن، امروز برو آماده کن، همه انرژی بدت میره کنار. توی دقت کن، توی سونا هم از این میزنه. قهوه هم که گفتم یه دونه بیشتر نخور اگه میخوری، چون گفتم قهوه بیشتر بخوری اینا تو بعدی آوردم واسه پشت هم بخوری مصرفش واسه کمابیدن چه افزایش احساس خستگی میشه. چای هم 4 تا چای هم بگم و دیگه تموم کنیم. چای سیاه بخور، سبز بخور، دمنوش علف لیمو بخور، دمنوش لیمو هم بخور. چای بابونه چی نخور، الان وقت چای بابونه نیست. چای بابونه رو بذار واسه بعد عید، بعد عید قوقاست. واسه پک دیمرگم فقط خواهشم به همین شماره پیام بدید، به همین شماره فقط تو تلگرام پیام بدید که ایشالله یه دی عالی بسازیم، یه لایو هم اگه پایه باشید به زودی خواهیم، چون تایم کلاسمون کوتاه امروز بخاطر کلاس های کیاسالا و کلاس های بازی کوتاه شد، ایشالله تو لایو ما بقیه حرفا رو با هم خواهیم زد. ایشالله دی عالی و درجه یک و ناب خفن بتره کنید. کارگاه بعدی اون 2 هفته بعده، یه کارگاه آفلاین هم داریم ضبط میکنیم که واسهتون بزنیم. ایشالله که بی‌نظیرها بهترن. یه دقیقه چطور باز کنم خدافظی با بچه‌ها بکنم، مردای درجه یک، خانومای درجه یک، ایشالله امسال 1400 هم با همدیگه خیلی خفن و ناب بتره کنیم. دمتون گرم، دمتون گرم، دمتون گرم، دمتون گرم، فوق‌العاده اید. ممنون از تک تکتون. ایشالله که همینطور این گفته های امروز رو دقیق عمل بکنید. انجام من میگم فایلش هم حتما واسه تون بزنن اون سایت، حتما پرینت بگید انجامش بدید. ایشالله که بتره کنیم. خسته که نیستم، آدم شما رو ببینه ایش وقت خسته نمیشه. دمتون گرم. خواهشن قضیه خواب دیگه حل بشه، کسی حرف از خواب نزنه. یا علی مدد، خدا نگهدار تک تکتون.